امیر علیه السلام همه گذشته است، همه هستی است، یه انسانه ولی همه هستی رو در خود داره و تمام تجلی حق در وجود مبارک او هست. همین بزرگواری که از شهادتش داری سوال میکنه، من کم کم به معنی شهادت میرسم. یعنی حضرت امیری که نمیمیره، کشته میشه، دفنش میکنن، ولی دفنش کردن در نجف اشرف الان مدفون حضرت مولا امیر، پیکر مقدسش در اونجا مدفون، ولی خب کشته شد. اما این شخصی که با انبیا سرن بوده، با ختم نبوت آغاز و امامت بده و خداوند از طریق انسان کامل در تاریخ آمده، این به تاریخ سپرده میشه، فوت میشه، فوت او شهوده، موت او حضوره. توجه فرمایید، موت و فوت او حضوره، حضور داره در دلها حضرت مولا تا عالم، تا آخر عالم حضور داره. حالا کسی نمیفهمه، اون خودش محرومه، کسی نرسه اون خودش محروم، اون حضور داره و شهود داره و شهیده. شهید یعنی نابود نمیشه. و در اینجا من الان لازم میدونم به این نکته مهم اشاره بکنم که اصلا اختلاف بین ادیان یه مقدار از اینجا ناشی شده. تفاوت عظیمی است بین تجلی و تجسم، تجسد. این دو واژه رو بهش توجه کنیم، تجسد داریم و تجلی داریم. در هر حال خداوند برای انسان‌هایی که تاریخی هستند و در تاریخ زندگی میکنند باید بیاد ظاهر بشه و ما معرفت بهش پیدا کنیم. در همین زندگی باید به خداوند معرفت پیدا کنیم. خدا باید در زندگی ما باشه، خدا که نسیه نی، خدا که دور نیست، خدا باید در زندگی ما باشه. ما اگه زندگیمون بی خدا باشه، بی خداییم. اگر خدا در زندگی ما نباشه، در فکر ما نباشه، در تعقل ما نباشه، در اندیشه ما نباشه و زندگی ما بر اساس فکر توحیدی انجام نشود، ما موحد نیستیم و ما دوریم از توحید. بنابراین خدا هست در تاریخ از طریق انسان. کدوم انسان؟ انسان کامل، از طریق حضرت مولا امیرالمومنین، انبیا قبلش تا میرسه به حضرت مولا. و این تجسد خدا نیست. چه تفاوتی هست بین تجسد و تجلی؟ تجسد اینه که فقط همینه ببینی در این مکان و در این زمان و دست به دامن همین آدم بشی به عنوان تجسد الوهیت، بگی این خدای روی زمینه. وقتی دست به عنوان خدای روی زمین، این همون بتیست که در هندوستان هم بود. خدا به تجسد رسید و الوهیت آمد در عالم ظلمت و در عالم ماده و همیشه تمام شد و به قول نیچه خدا مرد. این آغاز کفره. تجسد نیست اما تجلی هست. تجلی یعنی چه؟ یعنی خداوند در مقام عز کبریای خودش هست، صمدیت، ازلیت، ابدیت، احدیت، اطلاق، در عز کبریای خودش هست و ظهور معرفتیش از ما و صفاتش متجلیه در رفتار، کردار، گفتار و همه حیثیت و شخصیت انسان کامل. این تجلی خداوند است در حضرت مولا امیر.